سلام، درود میفرستم من همگی رفقا، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. ادامه بازی هارس آف آیرون فور با مود ملنیوم دان و ایران مدرن. بچه ها، باید بهتون بگم پارت قبلی بازی بود که ما تونستیم توی حماس یه کودتا انجام بدیم. اینجور شد که دولت حماس رو عوض کردیم و دست نشانده های ما حساب میشن. در حال حاضر همینجوره، ما اسرائیل رو تو محاصره انداختیم، ولی به نظر من همچنان زمان جنگمون باشون نرسیده، چون شدیداً تونستیم روی تولیدمون کار کنیم. پسر اینجا رو داشته باشید، یه دونه کارخونهمون داره 12 تا روزانه تفنگ تولید میکنه. لامصب تولیدمون خیلی زیاده، چه میدونم روزانه داریم 5 تا تانک تولید میکنیم، 6 تا پهپاد شاهد. بخوایم به انبار سلاحمون نگاه کنیم، میتونم بگم شرایط خوبی داره. همینجوری دیگه داریم کشور رو نظامی میکنیم. الان سال 2024 هستش، به نظرم 2025 دیگه فقط قراره همینجوری اعلان جنگ بدیم. البته پارت قبلی بازی رفتیم برای اعلان جنگ دادن به آذربایجان که این قسمت قراره نتیجهشو ببینیم. اوضاع مالیمون چجوریه؟ میتونم بگم دخل و خرجمون زیاد شرایط بدی نداره. بودجه دفاعیمون رو خیلی زیاد کردیم. بودجه دفاعی باعث شده که این همه تولیدمون افزایش پیدا کنه. به نظرم ارزشش رو داره، باید همینجوری نگهش دارم. متاسفانه داریم طرفدارای حزبمون رو از دست میدیم. اینم برمیگرده به رئیس جمهور کشورمون. داریم از روسیه سری سلاح میخریم. به نظرم این جنگنده هم که به دستمون رسیدن دیگه باید بیخیال خرید سلاح بشم. به هر حال اجازه بدید با رئیس جمهورمون تولیدمون رو افزایش بدم. یه مقدار شرایط درآمدمون بهتر شد و بریم برای شروع کردن. خب نفربرهای سال 2025 رو گرفتیم. نفربر مهمه، نفربر توی مات خیلی مهمه. داریم تفنگ فجر هم که تولید میکنیم. میتونیم روی زره سربازامون کار کنیم، چرا که نه. از سازمان دفاعی استفاده میکنم و نفربرمون اینجا هستم. میخوام مدل 2025 رو که نمیتونم کاستومش کنم، پس همینجوری اضافه کنیم ببینیم داستان چیه. متاسفانه یه مقدار کم بوده لاستیک داریم. این قضیه احساس میکنم اذیت کننده است. بیاید وارداتو شروع کنیم دیگه. 5 تا کارخونمون داره روی تجارت کار میکنه. نمیدونم، به نظرم بچه تا جای امکان باید بیخیال تجارت بشیم و با توجه به سیاست های فعلی به نظرم خودکفایی بهتره. باید جلوی اقتصاد آزادو بگیرم. اینم باعث میشه از این ور درآمدمون رو از دست بدیم. به هر حال توی حماس داره نفوذمون افزایش پیدا میکنه دیگه، بهش نیازی نداریم. ما همین الانش همینا رو دست نشانداری خودمون کردیم، ولی میتونم باشون تجارت کنم، چرا که نه. تنها مشکلی که اینجا دارم احساس میکنم اینه که عراق دیگه به حرفم گوش نمیده. پس بیاید یه مقدار نفوذمون رو اینجا افزایش بدیم، ببینیم آیا نیاز اینجا یه کودتا انجام بدم یا با همون کنار میاد. میتونیم به نفوذ بقیه کشور رو حمله کنیم. حماس داره سعی میکنه خودش رو آزاد کنه. پشمام. حالا که عراق نمیخواد با همون کنار بیاد، ازش پول بگیریم که اقتصادش ضربه بخوره. نه، به حزب الله میگم به اسرائیل حمله کنه. عراق دوباره به اتحادمون دعوت میکنم. دارن نیروهاشون راهی سوریه میکنن، چرا که نه، چرا که نه. همه چی بستگی به خودشون داره. اگه خواستم همون متحد بمونم کاری ندارم، اگه نه که مجبوریم کودتا کنیم. اوکی، اینجا هم که تونستیم استبیلیتی و دو تا کارخونه مردمی به دست بیاریم، حالا میتونم روی سایپا یا ایران خودرو سرمایه گذاری کنم. راستیتش رو بخواید هیچ کدوم 1000 تومن نمیارزم، ولی باز ایران خودرو بد نیستش. اگه بخوام یکی از این رو انتخاب کنم. خب نفوذمون توی عراق داره افزایش پیدا میکنه. ما یه دونه تصمیم داریم که باید سریع در موردش نه، مثلا اینکه تصمیممون رفت. روی هوافضا هم که داریم میریم جلو، تولیدمون رو داره شدیداً افزایش میده. به نظر من ارزشش رو داره. بچه تنها چیزی که داره نگرانم میکنه، عراق گفتش که آره این نمیخواد با متحد بمونه. ببینید، من هر کاری هم که کردم نمیخواد متحد بمونه. داشتم بهتون میگفتم تولید ناخالصمون داره افزایش پیدا میکنه. الان من میتونم یه دونه ریسرچ استات دیگه از اینجا بگیرم. فقط باید 100 بیلیون پول خرج کنیم. اوکی، 90 روز دیگه قرار یه ریسرچ استات دیگه باز بشه که به نظرم این دستمون رو باز میکنه. رو ناوگان دریایی کار کنم، رو تانکای بهتر کار کنم. از اینجا تولیدمون افزایش میدیم. 5% باز تولیدمون میاد بالا. خب دیگه چیزی نمونده که بهش نگاه نکرده باشم. محور مقاومت روی حزب الله نمیخوام سرمایه گذاری کنم. پولامونو برای خودمون نگه داریم. رئیس جمهورمون فعلا بافشو داره. اکاش یه خورده سرمایه داشتیم. میدونید میخوام با سرمایه چیکار کنم؟ اینکه رو سازمان دفاعیمون سرمایه گذاری کنیم و تولیدمون افزایش بدیم. ولی خب بودجهشو ندارم. مثلا هر شب بودجه نگاه میکنم شرایط جالبی نداره. با رئیس جمهور چیکار کنیم؟ به نظرم یا رابطمون رو با آمریکا بهتر کنیم یا طرفدار حزبمون رو بیاریم بالا بهتره. اینم از ایران خودرو. بعد از اینم که ماشین‌های جدید هستش. نه آقا، من اینو نمیخوام. متاسفانه به اقتصادمون ضربه میزنه. به نظر من دیگه یه جوری بچا کارمون اینجا تموم شده. همینطور میتونیم جلوی فساد هم از این مسیر بگیریم. اتفاقا به نظرم ایده خیلی خوبی هستش، چون دولت ما در حال حاضر دولت فاسدیه. سر همین داستان هم مردم ناراحتن، هم قدرت سیاسی ما داریم
از دست میدیم. خب عراق چیکار کردش؟ فعلا نمیتونم اینجا حرکتی بزنم، یعنی نیازه که جاسوسامون رو راهی اینجا کنم. به نظر میاد چاره‌ای نخواهیم داشت، پس بیایید از این داداشمون استفاده کنیم که همه جاسوسامون راهی اینجا بشن. میخوام طرفدارای حزبمون افزایش بدم اینجا یا خود خدا. تولیدمون داریم از دست میدیم، ایبی نداره، چه شبیه یهودیاست. به هر حال که میخواستم اینجا همینجوری طرفدارای حزبمون رو بیارم بالا. این میتونه به زودی به دردمون بخوره برای اینکه کودتا و اینا انجام بدیم. اگه موافق باشید همچنان نفوذمون افزایش پیدا کرده، برای اینکه بتونم کودتا انجام بدم به 200 تا قدرت سیاسی نیاز داریم. این داستانو کلا فراموش کرده بودم. اینم از تفنگای فجر دیگه روی چی کار کنم؟ همچنان روی پیاده نظام برم جلو یا نفر برارو که گرفتیم؟ میتونم روی تانک کار کنم، ولی این داستان خیلی زمان بره. روی آرتیلری بریم جلو که همین الانش هم داریم کار میکنیم. به نظر من چون ضد هوایی دارم میگیرم، آنتی تانک نیاز داریم. ببین ما داریم تانک تولید میکنیم، پس ضد تانک راستش رو بخوای نمیدونم حتما به کارمون بیاد یا نه. من نظرم اینه که بیاید اینو بزنیم. انیمی ایر ساپورت رو کاهش میده، یکی از بهترین بافایی هستش که میشه به سربازامون داد. اوشت، فراموش کردم تفنگ زولفگار رو با فجر جایگزین کنم. نمیتونیم ادیت انجام بدیم، پس اینا رو همینجوری بزنیم. احساس میکنم بچه یه مقدار تولیدمون زیاد شرایط خوبی ندارم. اصلا میتونیم یه مقدار از پهپادا رو تولیدشون رو کاهش بدیم، بگم روی نفربرا بیشتر کار کنن. تانکمون اوکیه، 7 تا کارخونه روی نفربرا باشه، 3 تا کارخونه روی تفنگا میذارین. آره متاسفانه چون اینا رو جایگزین کردم تولیدمون کاهش پیدا کرده، کمبود منابع داره به چشم دیده میشه. حالا ما تونستیم افراد فاسد رو شناسایی کنیم، میخوایم باشون چیکار کنیم؟ از کار بیکارشون کنیم یا اینکه اونا رو مجازات کنیم؟ راستیتش رو بخواید به نظر من بهتره این گزینه رو بزنم، چون اینجوری فساد دولت هم کاهش میده. 150 تا هم قدرت سیاسی داریم میگیریم، ولی خب این یکی استبیتی میده، استبیتیمون همینش هم زیاده، پس بیاید این قدرت سیاسی رو بگیریم، به نظر من خیلی بهتره. متاسفانه بازارمون یه ضربه خیلی سنگین خورده، ما میتونیم روش یه مقدار سرمایه گذاری کنیم. چیکار کنم؟ سرمایه گذاری کنم؟ تا جایی که من یادم میاد بازار آمار خوبی به همون میداد. باشه. راستش رو بخوای نمیخواستم این کار رو انجام بدم. چند ازم پول داره میگیره؟ 3 بیلیون. 3 بیلیون خیلی زیاده لامصب. اینجا هم که فعلا نمیشه کودتا انجام داد. چرا الان میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ بریم براش دیگه. چه شانس پیروزی داریم؟ 81%. چی شد؟ اوکی اینم از این. تونستیم شخصی رو که با ما هم عقیده هستش اینجا به قدرت برسونیم. محور مقاومت رو انتخاب میکنم که متاسفانه با عراق نمیتونیم متحد بشیم دیگه. بیشتر از این اینجا نفوذ منو افزایش نده، چون قدرت سیاسیمون بجور ضربه خورده. زود باش پسر. حالا دوباره باشون متحد میشیم. سوریه ازمون درخواست قرض کرده، نمیدونم بتونم این پولو بهش بدم. با توجه به اینکه نفوذمو اینجا دارم از دست میدم، به نظر من ایده بدی نیستش. کلا 20 میلیون باید بهشون پول پرداخت کنیم. اینو میدم که بتونم اقتصادشو ازش بگیرم. سلاحامون چی شد؟ هنوز به دستمون نرسیده. خب این بده، چون اوضاع مالیمون خیلی داغونه. مجبورم بچه ها 100 بیلیون از سهاممون رو بفروشم یا قرض بگیرم. قرض گرفتن ایده بهتریه، مثل اینکه ریسرچ اصلاحاتمون رو باز کرده. این هم نیروهای ویژه‌مون رو بهتر میکنه. اسپشال فورس به نظر من ایده خیلی بهتریه. تا جای امکان میخوام این سری برم سراغ اسپشال فورس. خب سلاح‌ها رو خریدیم دیگه، کنسلشون میکنم، چون واقعا تو جایی نیستیم که اقتصادمون بتونه این قضیه رو هندل کنه. رئیس جمهورمون بافش رو تونست بزنه. بچه راستیتش رو بخواد این ها، میتونم با این یه مقدار اوضاع اقتصادی رو بهتر کنم؟ یه کوچولو بهتر شد، یه کوچولو، خیلی کم. شاید نیاز باشه یه مقدار نمیدونم مالیات رو افزایش بدیم. بچه تو جایی هستیم که من چاره دیگه ای نمیبینم. اینم از اینکه جلوی فساد گرفته شدش. حالا که جلو اینو گرفتم بیام روی کنکور و اینا کار کنم، راستش رو بخواید بهش نیازی نداریم. من میتونم الان روی ارتشمون سرمایه گذاری کنم. آخر سرم میرسه به این قسمت که دانشگاه جنگ اونو میسازه، به سربازامون کلی نظم و اینا میده. باشه میشه این کارو انجام داد. به نظر من که ایده خیلی خوبی هستش. اینم از ضد هوایی مدل بالا. بیاید اینم بزنیم که دمیج سربازامون بهتر بشه. اجازه بدید ببینم ضد هوایی اینجا هست، میتونم اینا رو ادیت بزنم؟ بله، تا جای امکان میخوام مکسش کنم، چون این مدل 2025 فکر نمیکنم یه روزی جایگزینش کنم. بچه الان 40% دمیج افزایش پیدا کرد، باید این باشه. 2-6 تا دمیج داره، این یکی 1.7 تا. خیلی بهتره. اوضاع منابعمون ولی اصلا درست نشده، پس بیایم دیگه جلوی اقتصادو بگیریم دیگه. اقتصادمون میخوام کلم ببندم. الان اوضاع منابعمون بهتر شدهش، میتونیم حتی منابع کمتری وارد کشور کنیم. اوکی، موردی نداره.
شاید از زمان اعلان جنگ دادنمون مونده تقریبا 140 روز میشه باشی کنار اومد. به نظرم اون همه هم زیاد نیستش. الان یه سلاح نمیخرم، اینو ببندیم، اینو ببندیم با حزب الله. حالا حزب الله یه دونه حمله بزنه ولی نمیخوام روشون سرمایه گذاری کنم. ریسرچمون هم که گرفتیم، برای اینکه بتونم به اینجا برسم 40 بیلیون تولید ناخالص میخوایم. اوضاع تولید ناخالص دنیا چجوریه؟ لحظه صبر کنید ببینم. بیشترین کارخونه رو کی داره؟ چین رتبه اول دنیاست. آلمان، ترکیه، روسیه از ترکیه عقب‌تر، پشمام، ایران هم که توی این قسمته. بخوام ریسرچ اسلات ها نگاه کنم، آمریکا 11 تا ریسرچ اسلات داره، پشمام. هولی شت، نمیدونم چی بگم. استبیتیو داشته باشیم. بچه ها یه مقدار شرایط عجیبی هستش. از نظر من پاور ما رتبه نمیدونم آخر دنیا هستیم. انتظار نداشتم این همه کارخونه داشته باشن. لامصب ترکیه رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره. من احساس میکنم بچه اون مادی که من نصب کردم مثلا کشوری مثل ترکیه رو خیلی قوی کرده و نمیدونم چه جوری میخواییم جلوشون رو بگیم. لامصب 100 تا اومده کارخونه مردمی ساخته، حالا داره همینجوری کارخونه نظامیشو افزایش میده. چی بگم والا؟ اوکی، فعلا اینجا کاری هستش که ما بتونیم انجام بدیم؟ نه، به نظر میاد کارمون دیگه اینجا کلا تموم شده. داریم دانشگاه نظامیمون رو میسازیم، سربازامون تو کوهستان بهتر بجنگن. اتفاقا به نظرم ایده خیلی خوبی هستش. بچه ما یه دونه کلا مونده، یه لول هم فساد رو کاهش بدیم. اینجوری 4% مثلا سرعت تحقیقات و اینا رو بهتر میکنه. خب حالا میخوام به اینجا برسم، 7% تولیدمون رو افزایش بدیم. ایده خیلی خوبی هستش. با اینکه ما الان تفنگای فجر رو جایگزین کردیم، روزانه داریم 21 تفنگ تولید میکنیم. بذارید ببینم چه سلاحایی بر خریدن دارم. میتونیم هلیکوپتر بگیریم؟ نمیخوام. میتونیم سوخو 57 بگیریم؟ راستش رو بخواید بچه ها پولش رو ندارم، مشکل مالی داریم و بمبرم ایده بعدی نیستش. فکر نمی کنم نیرو هوایی الان بتونم کار کنم. اجازه بدید ببینم اینا چی هستن. این اینفنتری فایتره، یعنی نفربرهای زرهی هن. ممکنه یه مقدارم به اینا نیاز داشته باشیم. میخوام سفارش بدم چقدر به دستم میرسه؟ 50 تا. اگه توجه کنید اینجا گفته که اینها دیگه ما 900 تا کم داریم. این هم که نفر برای زرهیه، خودم دارم تولیدش میکنم. اوکی، یه لحظه بذارید به این داستان الان فکر میکنم. ما میخواییم روی اینا بیایم که سربازه اسپشالمون بهتر بتونم به جنگم. بعد مشکل نفربر داریم. نفربر 50 سال قبل رو قراره تولید کنم، ولی حداقلش اینه که داره تولید میشه. حداقلش همینه. هیچ جا هم کارخونه بیکار نداریم. خب الان اوضاع چه جوریه؟ یه دونه کارخونه داره اینجا کار میکنه. حله. تا جایی که من میبینم تا وقتی که اینو داریم تولید میکنیم موردی نخواهیم داشت. خب اوضاع مالیمون چه جوریه؟ همچنان قرض بیشتری به بار آوردیم. بذار یه خورد او پسر. چرا این هزینه اضافه رو کم نمیکنه؟ من یه مقدار اومدم از بازارمون حمایت کردم، حالا دارم ورشکست سر میام. تمومش کن دیگه. ولی به نظر نمیاد تمومش کنه. همچنان این 3 میلیون رو اینجا داریم. خب ابی نداره. بذارید بچه‌ها یه حرکتی بزنم. اندازه 2 میلیون میخوام قرض بگیرم که 100 میلیون بهشون پول پرداخت کنم. اینم از زره های مدل بالا. به اینجا دیگه نمیشه رسید. میتونم دمیج همه سربازامون افزایش بدم. این ریسرچ رو انجام میدیم. اجازه بدید بیام سری زره هامون رو جایگزین کنم. نمیتونم ادیتش بزنم، پس همینا رو اینجا داشته باشین. متاسفانه کلا اجازهشو نمیده اقتصادمون رو ببندم. این یه مورد احساس میکنم یه خورده بده، چون اگه میتونستم کلا ببندم الان شرایط خیلی بهتر میشد. دیگه کلا میخوام جلوی فسادم بگیرم که چیزی با نام فساد تو این دولت نباشه. روی چه چیزی مانور بدیم؟ ضد هوایی بیشتری تولید میکنم. ضد هوایی بعد اینجا باشه. بعدش تفنگا رو تولیدشون افزایش میدیم. بعدش هم زرهامونو. احساس میکنم بچه اوضاع سلاحامون الان خیلی خوبه. اگه مثلا نمیدونم اندازه یه سال هم بتونیم همینجوری ادامه بدیم شرایط خیلی بهتر میشه. 20 روز دیگه هم زمان جنگمون میرسه، پس اگه موافق باشید من کل این ارتش رو یکی کنم. اول اصلا به سربازای ویژه‌مون بگم اینجا وایسن، بودید بیاید اینجا و سعی کنید تو این حالت یه دونه حمله بزنید. شما ها میخواید چیکار کنید؟ میتونیم سعی کنیم اینا رو خودمون فرماندهی کنیم. واقعا نمیدونم بهش نیاز داشته باشیم یا نه. میدونین چیه؟ باشه دیگه، یه کاری کنید. من بهشون گفتم توی این حالت حمله کنن. آهان، الان اوضاع بهتر شد. اگه بتونید اینجوری حمله بزنید که شرایط خیلی خوب میشه. بعد باید سعی کنید همتونم توی این حالت بیاید جلو. چیکار کردید؟
طرفدارای حزبمون افزایش بدیم. این چیزیه که بهش نیاز داریم. بذارید ببینم بچا میشه خود نیروی ویژه استخدام کنم یا کماندوامون هستن. این یکی به نظرم بهتره. اگه موافق باشید بذارید من اینا رو جایگزین کنم اسمشون رو. میتونیم بذاریم ایران کماندو. اگه بخوام یه دونه آرتیلری بدم چطور؟ بهش 50 تا دمیج میده. اسپشال فورس هم دفاعشو افزایش میده. نمیدونم به نظرم آرتیلری راستش رو بخواید آمار خیلی خوبی داره ولی تولیدشو حسابی افزایش میده. بعد ما از این طرف هم آرتیلری نداریم پس احتمالاً بهتره که بهشون دستی نزنم. کاری که میخوام انجام میدم اینه که بذارید ببینم اجازه میده همه این نیروهای ویژمون رو تغییر بدم. ایران کماندو میتونم همشون رو تغییر بدم. اجازهشو میده. شاید بتونم یه حرکتی بزنم. این نیروهای دریایی رو بیخیال بشم. به جاش بیام سربازه ویژمون رو با ایران کماندو جایگزین کنم. ما یه مقدار منپاور و سلاح بیشتری نیاز خواهیم داشت. میگه سلاحای زیادی میخواییم. او شد قراره بچه کلی تفنگمون کم بیاد. نمیدونم اگه بخوام نیروی ویژه استخدام کنم مجبورم روی تفنگ بیشتر سرمایه گذاری کنم پس چاره‌ای نخواهیم داشت. شما اینجا باشید زده تانک هم باید بگیرم. اینجوری میتونه بهتر باشه. چی شد داره سیو میگیره. همینطور اجازه بدید ببینم اوضاع نیرو هواییمون چه جوریه. من همه نیرو هواییمو میخوام اینجا استخدام کنم. سوخو 35 150 تا داریم. تعدادش خیلی زیاد شده. هولی شت پهپادا رو بچا راستشو بخوای یه مقدار این قضیه زیادی طول کشید برای همین خودم انجامش دادم. یه مقدارم پهپاد اضافه آوردیم که میخوام به فرمانده تانکمون بدم. همینطور یه داستانی که داریم اینه که به نظر میاد این قسمت ها ما فرودگاه نداریم. این خیلی بده. میتونیم اینجا هم یه خورده بسازیم. اینا رو بفرستم قسمت بالایی. 34 روز طول میکشه لامصب. چاره‌ای نداریم بچه‌ها. به نظر میاد چاره‌ای چی شد؟ من همین الان گفتم اینا بالا بشن. آره بس سعی کنم اینا رو بسازم یه جوری. بعد شما چیکار کردید؟ از سوخت‌رسانی بهتری استفاده کنید. الاغا رو بی خیال بشید که به دردمون نمیخورن. یه دونم سلشکر میخوام. خب این برای چی بود؟ برای ضد هواییمون هستش. دیگه فعلا نمیشه به اینجا رسید. حالا شاید بتونم ضد تانک رو هم بگیرم. به نظرم به کارمون میان. بعد داشتیم دمیج نیرو هوایی دشمن رو کاهش میدادیم. یه جورایی بد نیستش. بذارید ببینم بچه‌ها دون سلشکر داریم اینجا استخدام کنم. این دادشمون رو بگیریم. ریکاور ریت نمیخواد. بخوام به اینجا نگاه کنم. این فرمانده کماندو هستش و زمان جنگمون با باکو رسیده. اگه موافق باشید میدیم اعلان جنگو. کسی ازش حمایت نمیکنه. باشد خداوند همراهمون باشه. اینم از اعلان جنگ. خکشی این سربازا چی شد؟ من به جان خودم بهشون گفته بودم حمله کنن. یه دونه حمله ایوان این جزئی خوبی داره. اینا هم دارن چیکار میکنن؟ هولی شت. من گفتم بیا اینجا بعدش عقب نشینی چیه؟ یه دونه اینجوری حمله کن. ما باید بتونیم پیروز بشیم. واقعا هم باید بتونیم پیروز بشیم. یه دونه فرصتک میذارم که دمیجمون افزایش پیدا کنه. بهش میتونیم مدال بدیم. هولی شت مدال رو اینجا داشته باشید. به نظرم نظمش رو افزایش بدیم بهتره. مدال زلفگار. سوخت بیشتری استفاده کنه. یه جوری باف منفی. آره نظم و ارگانیزیشن میتونه بهتر باشه. خب گذاشه جوریه. فعلا نمیبینم اینجا پیروزی داشته باشیم. داریم با سرعت زیادی به سمت جلو میریم. شاید بهتر میشد بچا اجازه بدم خودشون. نه به نظر میاد داریم به سمت باکو میریم. شری زیادم بعد نیستش. اینم از این. حالا میتونیم تجربه ارتش و اینجور چیزا رو افزایش بدیم. به نظر من ایده بدی نیستش. بذارید ببینم اوضاع دکتوریانمون چه جوریه. شرط بدی داره. نظم تانک ها رو بیشتر کنم. به نظر من بهتره اینو بزنین که نظم کل سربازا رو افزایش میده. خب شما چیکار کردی؟ چند سرباز من اینجا از دست دادم؟ 400 تا ما سرباز از دست دادیم. 11000 تا همینه. یه لحظه بذارید سرعت بازی رو کمتر کنم بتونیم به شرایط نگاه کنیم. اینا سوخت‌رسانی خوبی ندارن. جنگندمون رو اینجا ببینیم. ما نیروی هواییمون داره کاملا ساپورتمون میده. پسر آمارو هاردتکش شاید بالاست. یه لحظه صبر کنید. از اینجا که راهی نداره. نه متاسفانه من نظرم اینه که این سربازا نباید اصلا حمله میکردن. خب شما هم با من بودید بید اینجا فعلا. تا وقتی که نتونستیم باکو رو بگیریم شرایط بهتر نمیشه. پس یه دونه دیگه میخوام بهشون اتک بزنم که به اینجا سریعتر بتونم برسن. چیکار کردید؟ آماری که داریم میتونم بگم آمار خوبی هستش. چون سوخت کافی ندارم. بریکشون خیلی کاهش پیدا کرده. نمیدونم چرا به این سوختی نمیرسه. راستشو بخواید این داستان خیلی برام عجیبه. اگه توجه کنید یا خود خدا این چه ریدمانیه. اصلا قسمت های شمالی و اینا رو به همگه متصل نکردن. خب فکر نمی کنم الان بهش نیاز داشته باشیم. بذارید باکو رو بگیره. باکو رو که بگیره باید همه چی بهتر بشه. دارن سعی میکنن از اینجا نیروی کمکی بفرستن. عیبی نداره میتونه حملهشو ادامه بده. کمبود سوخت داره به چشم میاد. خب حالا که اینجا رو گرفتیم همه چی بهتر شده.
سر جاتون وایسی، دیگه بیشتر از این نمیخوام کسی حمله کنه. کل نیروهامون توی این حالت وای میستن، سعی میکنن ایدونم به اینجا حمله کنم. میخوام بیشتر سعی کنم بچا نیروهای ویژم رو بفرستم اینجا، بهشون بگم سعی کنن توی این حالت یه دونه حمله بزنن. اینم از این، چون نیروی ویژه تو قسمت های کوهستانی آمار خیلی خوبی داشتن. روسیه میخواد بهمون سرباز بفرسته. گوره بابای روسیه، بیاید ببینیم آمار چی داریم اینجا. میتونیم تولیدمون رو بیشتر کنیم، درآمدمون رو بیاریم بالا. ریسرچ استات نمیتونم بگیرم، به دردمون نمیخوره. کمپین تبلیغات جنگ بزنیم، اتفاقا خوبه. مردم از جنگمون حمایت نمیکنن بچا. وار ساپورتمون رو بعد جور از دست دادیم. همینطور به نظر میاد کم بوده. قطار داریم، اوه بده بده. سلاحی زیادی هم داریم از دست میدیم. فکر کنم برای نگهبانی از شهرها به اینا نیاز داریم. خب بذارید به اینا بگم به جا تانکا بیان از چی استفاده کنن. خب اینجا هیچی نداریم که، حداقل از این نفر برای استفاده کنن. چه ریدمانی بعد حکومت پلیس مخفی رو اینجا انتخاب میکنم. زود باش، نمیدونم زیاد شرط جالبی نداره، ولی چیزی که میدونم اینه که برای سازمان جاسوسیمون کار کنیم، جلوی مقاومت مردم رو بگیریم. به نظرم ایده خوبیه راستش رو بخواید. خب نیرومون سر موقعیتشون هستن، یه دونه سری از اینجا حمله بزنی که بتونیم کار دشمن رو تموم کنیم. من سرعت بازی رو یه کوچولو افزایش میدم. خب از اینجا دارم به صورت خیلی خوبی میرن جلو. اینم از این. حالا میتونیم دانشگاه جنگیمون رو کامل کنیم که آمارو بلند به همون بده. بیاریم هم بزنیم که خودش بتونه بهتر تصمیم بگیره. ولی لامصب اینجا نمیدونم سوخستانی زیاد جالبی نداره. اجازه بدید یه لحظه به این داستان نگاه کنم. اوه شت، این خیلی بده. فکر کنم توی این حالت بیاریم شرایط بهتر میشه. 42 روز طول میکشه و ریسرچش هم بزنیم. اینم از این. خب حالا که اینجوری شد، من یه ریسرچی که میخوام انجام بدم اینه که بیام اینجا سرعت ساخت ریلامون افزایش بدم 100%، یا سرعت ساختمون رو فعلا افزایش بدیم. میتونه برای الان بهتر باشه، چون نمیدونم به زودی هم البته قراره کلی جنگ دیگه داشته باشیم. صحبت جنگ شد، شاید بهتر باشه به عربستان هم اعلان جنگ بدم، چون فعلا فکر نمی کنم از سمت فوکوسیری بریم سراغ جنگیدن و اینجور چیزها. بچه ها به طرز عجیبی ما داریم درآمدمون از دست میدیم. چرا بودجه دفاعیمون چرا این همه افزایش پیدا کرده؟ نکنه به خاطر اینکه تو جنگ هستیم برای ارتش دارم این همه پول خرج میکنم. خب بذار اینم خاموش کنم که یه خورده بهتر بشه به اینجا نگاه کرد. ساعت افزایش بدم. مشکل شما چیه؟ مشکل سوخت داریم، به خاطر سوختمون شدیدن شرایط داغونه. پس به اینجا دونه حمله نزن، به اینجا زود باش. نیروی ویژه رو میفرستادم اینجا، میتونست خیلی شرایط بهتری داشته باشه. شما هم بیاین اینجا، سری از اینجا حمله بزنید. البته این شاید بتونه از اینجا بره جلو. پس خب بیاید کاری کنید، دونه آفنس بزنم. نمیدونم، فکر کنم خودش بتونه اینا رو، اینا دفاع زدن. حالا اوکی، پس یه دونه ما هم آفنس میزنیم. اینا که دفاع زدن ما هم روی حملمون کار میکنیم. ببینیم داستان از چه قراره. آمارمون خوبه تا جایی که من میبینم، آمار خیلی خفنی داریم پسر. کل سربازهای آذربایجان اینجا داغون شدن. اینم که شرایط جنگ، 1000 تا سرباز از دست دادیم، 25000 تا هم دشمن. حالا دیگه روی چی کار کنم؟ تولیدمون افزایش بدیم. میخوام روی تولید برم جلو که الان برام میتونه خیلی بهتر باشه. 200% تولید از اینجا گرفتیم، 120 هم از اینجا. نسبتا میتونم بگم شرایط خوبیه. بعد اجازه بدی روی ارتشمون سرمایه گذاری کنم. هزینه ارتشمون رو کاهش میده، ولی این احتمال وجود داره که فساد و اختلاس پیش بیاد. میخوام این کار رو انجام بدم. بهش نیاز داریم یه مقدار آهن بخریم، همینطور نیاز داریم از این منابع هم بگیریم. از روسیه میگیرم که رابطه باش بهتر بشه. اختلاس پیش نیومده. اوضاع مالی الان یه مقدار بهتره، این چیزیه که دارم ازش صحبت میکنم. میتونیم روی پرینترای بهتری کار کنیم. خب اینم از این. فکر کنم میگه بچا به خوبی تونستیم تولیدمون رو ببریم جلو دیگه. احتمال نمیدم حالا به تولید بیشتر نیاز داشته باشیم. من اگه یه جوری فقط میتونستم وار ساپورت هم افزایش بدم خیلی خوب میشد، چون مردم اصلا از این جنگمون حمایت نمیکنن. دو مثلاً تموم نمیشه. اینم از این. یه سری صداها و اینا بهمون دادش. با آذربایجان میخوام چیکار کنم؟ راستش رو بخواید بچه‌ها، تنها کشوری که میخوام تصرفش کنم همین آذربایجان هستش. نمیدونم دست نشانده کردنش خیلی میتونه شرایط بهتری رو رقم بزنه، ولی همچنان ترجیح میدم بیام آذربایجان رو بگیرم و از اینجای کار بعد هر جوری که بخوایم تصرف کنیم به نظرم بهتر دست نشاندنش کنم. اوکی، کل ارتشمون بیاد اینجا جمع بشه. من سربازای ویژه‌مون رو راهی عربستان میکنم که اینجا آماده جنگ بشن. یکی از بافامون رو متاسفانه گرفت. قدرت سیاسی خیلی خوبی داریم به دست میاریم. با این قدرت سیاسی میخوام اکونومی عراق رو بگیرم. به نظر من که ایده خیلی خوبی هستش.
بچه ها نمیدونم موافقید یا نه، مثلا میتونم سعی کنم مصر رو دولتش رو تغییر بدم، یه دونه کودتا انجام بدم و وقتی خواستیم با اسرائیل بجنگیم به نظر میتونه خیلی به کارمون بیاد، میتونیم نفوذمون اینجا افزایش بدیم. اینجا هم همینطور، زود باش میخواد سرمایه گذاری انجام بده، 200 تا قدرت سیاسی بیشتر منو میزنم. باز اجازه بدید ببینم، میخواستم نفوذمون رو اینجا افزایش بدم، طرفدارای حزبمون رو توی مصر بیاریم بالا، چرا که نه، 20% همینش هم آمار دارن. خب آقا مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید، به نظر من این سری تازه داره خورده جو میگیره، هیجان میگیره، امیدوارم ازش لذت ببرید. اگه دوست داشتید میتونید لایک مکمل بکوبید و خدا نگهداره همگی.